حج سفر معنوی و سازندگی است. راهیان دیار محبوب باید قبل از انجام چنین سفر مبارک از همه رنگ ها و تعلق ها و دلبستگی های مادی و این جهانی دل بکنند و رنگ تنها رنگ خدایی و الهی گیرند. حقیقت حج در نظام معرفتی اسلام مانند دیگر عبادت ها دارای مقدمات و اهداف می باشد که باید بدانها پرداخته شود تا بتوان با درک و معرفت روح و حقیقت این عبادت بزرگ الهی و اهداف بلند آن نایل گردید. در پنجمین رکن دین مقدس اسلام ذکر می شود که در واقع مسلمانان با پیرایش معنوی خود که با از توحید آغاز می شود و نماز و روزه و زکات به مرحله تجربه بالاترین مراتبی از تکلیف و زحمت در راه خدا باید برسند. به ما اساس است که حج با یک تکلیف بزرگی منطقوی و مالی و بدنی آغاز می شود، با داشتن یا به دست آوردن بهترین پیام از وحدت و هم آهنگی جهان اسلام به پایان می رسد. لذا گفته می توانیم که حج نماد و یا مظهر از وحدت و همفکری و همگرایی امت اسلامی در جهان است. حج یکی از پنج بنای اسلامی است، یعنی پنج رکن اساسی که در اسلام است. یکی مسائل حج است که برای هر مسلمان در طول عمر یک دفعه ادای فریضه الهی فرض میشه. انسانی که توانمند بر از این مسائل است، مصارف و خرچ مصارف رفت آمد، یعنی سفر بزرگ عبادی را داره، برش فرض میشه در طول عمر یک دفعه که باید زیارت خانه کعبه را انجام بده و این فریضه الهی را انجام بده. خب به هر حال حج خودش علاوه بر ازی که ادای یک فریضه الهی است، یک از پنج بنای مسلمانی است و مسلمان ها مکلفن، مسلمان هایی که بر دوششان این فریضه فرض میشه که باید ادا کنند، یک بودی دیگری هم دار است که آگاهی امت اسلامی در این مسائل از وضعیتی که در جهان اسلام در جهان میگذره، چون امت اسلامی کلا در اونجا جمع میشوند، نماینده هایی که از هر کشور اسلامی در اونجا میایند، امت اسلامی با یک دیگر جمع میشن در خانه بزرگ و در اون محل وحی الهی که برای پیامبر بزرگ اسلام وحی آمده. سرزمین مقدس است که خودش یک قدسیتی در این مسائل داره. در اونجا جمع میشن مسلمان ها، از احوال یک دیگر آگاهی پیدا میکنن، با آداب و رسوم و فرهنگ و این مسائل یک دیگر خود آشنا میشن، که خود همه فلسفه حج و معنی زیارت حج و رفتن بر حج خودش یک درس است، آموختن است، یک مدرسه است که میسازه انسانی که بعد از ادای فریضه حج با این عظمت و بزرگی که اون مکان مقدس داره وقتی باز میگرده، راستی با یک تحول عجیبی میآید در دوباره، که چیزهای عجیبی را آموخته، از اون جیبا جهان اسلام آشنایی پیدا کرده با مسلمان هایی که از دول دیگر دنیا آمدن در این مراسم حج اشتراک کردن. و خود فلسفه حج باز یک بحث دیگری هم داره که میبینین آنچرا که امروز جهان در مسئله عدالت و مساوات ادعا میکنن، این را باید از مراسم حج بیاموزن. ببینید شاه هست، اگر گدا هست، اگر پادشاه هست، و اگر وزیر است، و اگر خان است، و اگر سرمایه‌دار، همه با یک لباس با یک شیوه در مراسم حج اشتراک میکنند، که این خودش یکی از شیوه ها و عدالت الهی و از خصوصیات فریضه حج است. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، صدق الله العظیم. در واقع آنگونه که از آیه کریمه هم برمی آید، حج عبادتی هست که بیشتر بار الوهیت یا بار الهی بودن این عبادت بر همه مسائل دیگر می چربه. در آیه می خونیم که ولله علی الناس، از جانب خدا بر مردم، یعنی عبادتی هست به نیت تقرب، به نیت نزدیکی، به نیت پیوستن به الله متعال. اهدافی که
مادی نیست، اهدافی که بر محور مسائل مادی نمیچرخه، بلکه کاملا انسان در این عبادت به خود را تخلی بکنه. ببینین یا خیلی راز شگفتی را با خود داره. تشابه زیادی هست بین پیام این آیه مبارکه و اعمال و ارکانی که در حج انجام میابد. ما ببینین در مقدمه احرام را داریم. احرام یعنی فرو گذاشتن و خالی شدن و تخلی کردن از لباس هایی که ما در ظاهر معمول و مرسوم ماست که او را می پوشیم. حاجی محرم، حاجی که به احرام رفته، در قدم نخست باید نیت بکنه. جالب این است که حج خودش به معنای قصد هست، یعنی در زبان عربی حج قصد شدید، قصد مهم، قصد بسیار زیاد مؤکد به انجام دادن یک کاری را حج گفته میشه. یک موضوع. بعد انسان تخلی میکنه، خالی میشه، از خود فرو میگذاره مظاهر تعلق به این دنیا را. برای مردها حکم این است که لباس دوخته شده باید نپوشن. چه نکته ای در این هست؟ لباس دوخته شده نباید بپوشن. هر آن چیزی که انسان را پیوند میزنه به زندگی مادی، پیوند میزنه انسان را به تعلقات غیر خدا، از این باید تخلی بکنه، از این باید بیرون شوه. تشابه و همرنگی شدیدی را باید انسان ها با هم دیگر در این مناسبت بس بزرگ و مهم پیدا بکنن. این که حقیقت و علت اصلی جهت حرکت در طواف خانه کعبه، وقوف در عرفات و رمی جمرات و دیگر مناسک حج چیست، برمی گردد به جوهر تعبد و بندگی به خداوند، و ما باید احکام و مناسک حج را به گونه انجام دهیم که به حقیقت آن پی ببریم. این عمل عبادی نیز مانند هزاران حکم دیگر اسلامی خالی از رازها و رمزها و پیامها نیست و حقایق بزرگی در اجرای این عملیات و مناسک نهفته است. بس است که وقتی حج برای یک مسلمان فرض میشه و اقدام برای ادای فریضه الهی میکنن، یک مسلمان که از افغانستان قصد ادای فریضه حج جرداره به سمت مکه مکرمه و سرزمین وحی حرکت میکنه برای ادای فریضه حج، خود این حج فرایضش نمیدونه، احرام است و طواف است و عرفات است. وقتی که کفن سفید در میپوشه، با یک نیت برای ادای نمی فریضه الهی حرکت میکنه و طواف هم انجام میده که این نمی خانه ایر که بنای ازیر بنام بیت الله یا خانه خدا بنا شده، توسط ابراهیم خلیل بنای ازیر خانه گذاشته شده، برای ازیر خانه نمی خانه قدسیتی در ازیر خانه هست که باید به گرد این خانه طوافش انجام بدن و یکی از فرایض حجر انجام میده که مسائل طواف است. رفتن به وقوف به عرفات هم یک از ارکان فریضه حج است که رفتن به عرفات و استادن همون روزی نومر که باید در عرفات استاد بشه، کل مسلمان هایی که کفن پوشیده هستند در اون روز در عرفات جمع میشن. اون ما فلسفه حجش جایی که یک دیگر آدم و حوا شناخت او خو یک بحث است و پیامبر بزرگوار اسلام در اونجا رفتن استاد شدن در همه روز نوم، و حتی جبل رحمت نمو جبل نقطه است که در اونجا یک میله در سر یک تپه مانده است که نمو جبل رحمت است که پیامبر در اونجا رفته دعا کرده و در اونجا استاد شده. و هر مسلمانی که وقتی برای رفتن به عرفات میروند، تلاش میکنند که در همون نقطه اصلی که جبل رحمت است در اونجا برسند و پیشگاه خدا عذرزاری و گریه خدا بکنند که مورد مغفرت الهی قرار بگیرند. خب به هر حال چون این سه بحثی را که اشاره کردیم که مسئله طواف و احرام و عرفات، این از جمله فرایض حج است که باید انجام بگیره. دیگه مناسکی که در حج است، مناسکی از جمله واجبات حج است، مثلا سعی بین صفا و مروه است، مسئله جمرات است. مسئله جمرات بحثی است که میبینین یکی از جمله فلسفه این مسئله حج که حج قربان است، عید قربان میگه ما که فلسفه حج در اون مسائل است.
زمانی که خداوند برای حضرت ابراهیم وحی میشه در مسائل که اسماعیل به پیشگاه خدا قربان بکنه، در همون محل جمرات در اونجا وقتی حضرت اسماعیل رو میخواهد که به پیشگاه خدا ذبح کنه، شیطان خود در اونجا در یک لباس ظاهر میسازه، به معنی از اینکه اسماعیل از همین مسئله پشیمان بسازه که به امر خدا و امر پیامبر تسلیم نبوده باشه. این لحاظ همون نقطه است که شیطان در اونجا دیده شده. و امروز میبینین که در روزی دهم وقتی که شب مزدلفه را میگذارن میاین به طرف چیز همون جبره عقبه تر میزنن، جبره عقبه را وقتی زده میشه و اونجا محلی که شیطان در اینجا دیده شده و همون به معنی از این است که شیطان را جمره میزنن که دیگر از جان مسلمان ها به اصطلاح گم شوه این مسائل عبادیش است. فلسفه ای همون جمرات بحثیش نمو مسئله دید شیطان در او سرزمین است و که تا ای که شیطان میخواست که حضرت اسماعیل را به اصطلاح به یک شکل از اشکال اقوا بکنه، اما خداوند اوچی محبتی را که به قلب حضرت اسماعیل و قربان شدن به پیشگاه خدا را داده بود، مانی از این چیزا حرکت شیطان شده نتانست. ببینید شما به صورت مشخص حج همان گونه که سایر عبادات در دین مقدس اسلام مراتبی حکمی خود دارن، از فرض و واجب و سنت و مصیبات همسار اینها، در حج سه رکن اصلی یا سه شرطی اصلی و یا سه پایه اساسی وجود داره که هرگاه یکی از اینها اگر محقق نشود حج درست نمیشود. او از احرام آغاز می شود، وقوف در عرفات است و بعد به طواف بیت الله الحرام. این سه پایه اصلی حج تشکیل می دهند که در پهلوی از او مباحث دیگری، یعنی در حکم وجوب، سنت و همچنین نوافل اینا وجود دارد که برای هر حاجی این تکلیف شرعیش است که باید انجام بده. اینکه چرا اینها انجام می شود؟ شکلیات یک عبادت به طور مشخص در هر دینی مشخص است، یا به عباره دیگر در هر دینی هر عبادتی شکلیات خاصی خدمی داشته باشد، که حج به عنوان آخرین رکنی از ارکان پنجگانه اسلام در واقع با احرام آغاز می شود، با انجام وقوف عرفات و طواف بیت الله الحرام به پایان میرسه. در قدم اول این که حج به عنوان عبادت و ما به عنوان مسلمان مطیع و فرمانبردار هستیم از بجا آوردن این عبادت، اما این عبادت در لای خود بسا از رمزها و رازها و پیامها و حرفهای دیگری هم برای ما داره. ببینین ما میریم زمانی که به شرف حضور کعبه شریف ما میرسیم، اوجا همه انسان ها، همه کسایی که مسلمان هستند، مؤمن هستند و یا حضور پیدا میکنند در ساحه مبارک مسجد حرام، در اینجا به محور یک نقطه یا میچرخند، توحید و یکتاپرستی و یگانه پرستی را به معنای تمام کلمه ای نشان میده. وحدت و یک پارچگی پیام بس بزرگ حج هست. حج تأثیرات زیاد روحی و فکری در فرد بر جای می گذارد و تحول فکری و روحی در انسان ایجاد می کند، چون حج تولد دوباره است. سفر روحانی و معنوی حج اگر با رعایت آداب و شرایط ویژه آن انجام گیرد و علاوه بر اعمال و آداب و مناسک ظاهری حج، ابعاد باطنی و معنوی آن نیز مورد توجه قرار گیرد، در انسان آثار عمیق و بابرکتی به جا می گذارد که گاه تا آخر عمر در وجود انسان باقی می ماند. یک مسلمان اراده حج میکنه از افغانستان وقتی به سمت سرزمینی وحی میروه، شما ببینین از لحظه ای که او ثبت نام میکنه و قرعهش بالا میایه و به عنوان یک فرد برنده ای که امسال در مراسم حج از افغانستان اشتراک میکنه، او با یک سوز و درد عجیبی بره به سمت سرزمین میره که از همین لحظه ای که اقدام میکنه یک تحول بنیادی درونی برش ایجاد میشه. هم
تحول باطنی برش هست، هم تحول روحی که روحن برش یک تاثیر عجیب میگذاره. میبینی که او انسانه که اگر یک ماه پیشتر یک نوع فکر شرارت این حرفا بود، وقتی کلمه حج سرش گذاشته میشه 120 درجه تغییر میکنه وضعیتش، که در اسباب ظاهریش این تاثیر میگذاره که در اخلاق، رفتار، در آداب، صحبت و این مسائلش تاثیرات بسیار عجیبی به جا میگذاره. و او خودش تاثیرات باطنی دیگری در از او داره که با یک سوز و دردی به گوسم ترکت میکنه. یقین این لحظه ای که با او بحثی از مسئله مکه مکرمه یا طواف کعبه به میان میایه، یا مثلا مدینه منوره را بحثش سر صورت میگیره عرفات، با یک سوزی که عشق از چشمانش میریزه، این خودش به معنی عزیز که از اون لحظه میبینین یعنی انسان را یک تحول بنیادی در حیات این انسان به وجود میاره، هم در مسائل روحیش هم در مسائل معنویش یک تاثیر میگذاره. خودی فلسفه حج راستی خودش یک ساختار دیگری داره. وقتی که به اونجا با سوز و درد به سرزمین میره و سرزمینی که در اونجا شیطانی وجود نداره، طبیعتا مخلصانه و به خاطر خدا عبادت میکنه، که انشالله او انسانی که وقتی از مراسم حج رو جا میکنه و باز میگرده، یقینا که با وعده خداوند در این مسائل است که او انسان پاک شده از سرزمین باز میگرده. و باز بعد از این مسائل که خداوند را توفیق بده که برای دوام عبادت و اخلاص و نیتی که داره برای دوام از او دوام بده که خدای ناخواسته دیگه آلوده و گناه و فساد نشه، و انسانی که وقتی مراسم حج رو جا میکنه یک انسان پاک و بی گناه باز میگرده، و دیگه تا آخر عمر خداوند را توفیق عبادت مخلصانه خدای عنایت بفرمایه. نخستین تأثیری که حج بر وجود یک انسان مسلمان میگذاره این است که مسلمانی که در ابتدا نیت حج میکنه از کرانه های دوردستی از جهان تصمیم میده که میرم به خانه کعبه و اونجا حج میکنم، در ابتدا در درونی از او، در روح و روانی از او، در جوهری وجودی از او یک تغییر مشاهده میشه که این میخواد در سفر الله حرکت بکنه، به سوی بیت خدا بره، به سوی خانه خدا سفر بکنه، یک تغییر در وجودی از نظر معنوی و روانی میآید. و همین که یک مقداری از سرمایه خود صرف این راه میکنه، یک بار دیگر مطمئن تر میشه که من میتوانم رضای خداوند کسب بکنم. بعد همین که میره و خانه خدا طواف میکنه و به سایر مراسم حج ادا میکنه، در واقع میبینه که با اقشار مختلف و طیف های مختلفی از مسلمان جهان این مواجه میشه، تجربه بزرگی از کشورها را با خود جمع میکنه، به وطن خود میاره. این پیام دیگری از حج است که در واقع حاجی را از نظر معنوی آماده و عیار می سازد و آماده تغییر می سازد. و نقطه جالب توجه است که مطابق حدیث پیامبر بزرگوار اسلام که گفت می گویند که هر که حج بدون دغدغه و شور و جنجال و فسق و فجور انجام بده، به وطن خود باز بگرده، به منزله است که تازه از مادر زاده شده. ببین شما که وقتی طفلی که از مادر زاده میشه و تازه به دنیا میآید، او طفلی معصومی است، هیچ گناهی نکرده. در واقع حاجی که وقتی که حج ادا میکنه مثل طفلی است که گویا هیچ گناه نکرده باشه. یعنی این به نوعی مستقیما بشارت الله متعال و پیامبر بزرگوار اسلام است که کسی که حج واقعی بکنه، او را خداوند مورد بخشایش و آمرزش خود قرار میده، همه گناهش خداوند میبخشه برش. ای در واقع تغییر کلان است در وجود یک حاجی. حج فواید و سودهای شخصی و فردی هم داره و سود و منفعت اجتماعی هم داره که ما ایره احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ای صراحت داشتن. تقویت اراده، پالایش روح، تحمل زحمت و مشقت، بیرون شدن از تعلق، بیرون شدن از نام و نشان و از منصب. همان گونه که لباس سفید را انسان بتن میکنه که لباس احرام هست و لباس از خود بیرون میکنه، معنایش این است که لباسهای کاذب دیگری که بر بدن ما پوشیده شده است، زیر نام، نشان، ثروت، قدرت، شهرت، همه مسائلی که جامعه را طبقاتی ساخته، جامعه را چند دسته و مختلف ساخته، این انسان بیرون میکنه. غفلت از روح و حقیقت حج برای انسانی که حج کرده و در جریان این سفر مبارک متحمل انواع سختی ها و رنج ها شده خیلی زیانبار به نظر می آید.
حجی که در فکر و عمل فردی یک مسلمان اثر نداشته باشد بی جان است. حجی که در وضعیت اجتماعی و سرنوشت عمومی جامعه اسلامی نقش مثبت و هدایتگر نداشته باشد بی روح است و روح و حقیقت حج سازندگی فرد و جامعه است و در سایه آن است که همه اعمال انسان به ثمر و نتیجه مطلوب می رسد. همانطوری که در تعریف جهاد میگه که جهاد مجاهد کیست؟ همون که مجاهد او کسی است که به خاطر الهی کلمت الله و بلند نگذاشتن کلمه خدا و نام خدا در سرزمین خدا میرزمه، هدف شهرت و نام و نشان نیست، جان خدا قربان میکنه، او مجاهدی رای خداست و شهید هم همونطور شهید است که به خاطر خدا خدا قربان میکنه. در مسائل حج هم این عبارت امروز هست. در مسائل است یک حاجی است که بر از او حج فرض شده به خاطر ادای نمی فریضه الهی با اینمو سوز و درد عبادت می رواج. یک عده مسلمان ها هستن که ولی نیت حج شاید هم داشته باشن برای این مسائل که برای ای باشن، اما بحثی چیست؟ بحثی نام و نشان است و سرمایه های زیاد است و رفتن به اونجا برای خوشگذرانی و از همه قبیل چیزهای اداری مسائل هست و او قدر اعتنای هم در به این مسائل نداشته باشه. وقتی باز هم میگرده اعمالش مطالعه میشه که با اعمالی که گذاشتهش چندان فرقی نداره و او قدر در مسائل عبادی هم چندان اعتنایی نداره. من این فکر میکنم که او مردم قلبا برای نیتی یعنی او مسائل نرفته، فقط به خاطر از اینکه از او سرزمین دیدنی بکنه و یک مقدار پول زیادی داره که یک سیاحتی بکنه و برو مصرفی بکنه و کدام تجارت و معامله در این مسائل باشه که امروز معمول دنیا این چیز هم بشده. و مطلب دیگه که قابل یادآوری است که برخی حجاج ما بوجدگی زحمت میکشن، تکلیف میکشن، میرن حج میکنن، وقتی که میان دوباره خدا نخواسته با گفتن سخنان رکیک برخورد نامناسب و ناشایست باعث میشه که فیوزات و برکات حج از پیششون میره و این واقعا نادرست است. و در کنار از این بدعت بی مورد دیگری توزیع هدایای زیاد، تحایف زیاد در مراسم دیگر استقبال از حاجی محترم است که هر حاجی به بیش از صدها تخته یا هزاران تخته جای نماز و بالاخره دعوت و مراسم دیگری، اینا به شکل اینا کوشش میکنن که حج خود برای مردم وانمود بکنن که گویا ما حج کردیم. من فکر میکنم این نه در شریعت وجود داره و نه هم در سنت های پسندیده افغانی ما این مسئله قابل پسند و مورد توجه هست. میشه که باز هم حجاج محترم ما هنگام بازگشت از سفر حج به مردم پیام جای نماز نداشته باشند، پیام توزیع هدیه و تحفه نداشته باشند، پیام صلح و وحدت و برادری داشته باشند، پیام تزکیه نفس داشته باشند، پیام تقوا داشته باشند، پیام گرپذیری داشته باشند و بتوانند با انجام حج مبرور در واقع با یک تغییر کلی در روح و روانشون وارد کشور و خانهشون شوند. حج آثار و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی دارد که همه آنها بازتاب دهنده حقیقت ظاهری و باطنی حج است. جمع شدن چند میلیون انسان در یک زمان و در مکان خاصی مانند مکه مکرمه نمادی از اتحاد و ظهور قدرت جهان اسلام است. در اجتماع و کنگره شکوهمند حج همه مسلمانان جهان از هر طیف و طبقه و هر نژاد و رنگ و خاکی و با زبان و گویش های مختلف حضور دارند و اگر انسان بخواهد تمامی این کشورها و مردم آنها را از نزدیک ببیند هزینه هنگفتی می طلبد، ولی در حج با پرداخت هزینه حج براحتی به این مسئله نیز دست می آبد. اگر ما هر بحث اسلامی را خصوصا در بنای پنج بنای اسلامی را وقتی از مسئله کلمه شهادت و صلات و صوم و زکات و بالاخره پنجم مرحلهش مسئله حج بگیریم، هر کدامش یک بحث داره و هر کدامش خودش یک مدرسه برای سازندگی انسان هست. خب مسئله نماز وقت فرض است برای یک مسلمان در پنج وقت، خود یک انسان یا در جماعت میره نماز رو میخونه یا به تنهایی نماز رو ادا میکنه، این یک بحثی است که مربوط خودش است. مسئله رمضان است که خودش در یک ماه معینی از ماهای سال که خداوند روزه رو برای مسلمان ها فرض کرده، خودش راستی تزکیه نفس است و تزکیه باطن است و سازندگی انسان مسلمان است در مسئله رمضان. در مسئله فلسفه زکات هم که بنای چهارم اسلام است،
اغنیا را برشان فرض کرده که فقرا را چطور کمک کنن، از این حقی را که خداوند برای این سرمایه بر دوشش گذاشته بری فقرا او را بدین تا بالاخره فقیری از فقارتش نجات بیافه و بالاخره این فرض خدا را ادا کرده باشه. اما مسئله حج امروز یک فلسفه علاوه بر ادای فریضه الهی یک فلسفه جهانی در مسائل داره. در ماهای معینی که خداوند در قرآن گفته که ماهای معین هست، در ایام حج نه جنگ است و نه فساد است و نه فسوق و گپ ها نیست، در امس فحشا نیست. به هر حال این خودش یک مدرسه بسیار بزرگ است. چیزهایی را که ما در ایام ادای فریضه حج می آموزیم او را ممکنه در سرزمین خود نیاموخته باشیم. حالا با برادرای مسلمان ما که در از دورترین نقاط دنیا در مراسم حج میآیند، اینهایی که از افغانستان برن، اون که از افریقا میآیند، اون که از آمریکا میآیند، از جهان دیگر جمع میشن، با یک دید فکری، یک تفکر دیگری وقتی میآیند، من حیث یک امت جمع میشه، ما در اطراف یک خانه طواف میکنیم و با تمام فرایض همه ما یک جا عبادت میکنیم و حتی کفن پوشانه که در همه روز نوم است همگی میبینیم با یک کفن در عرفات استاد میشن. این خودش یک سازندگی دیگری داره، یک محبت دیگری را در بین مسلمان ها ایجاد میکنه و مسلمان ها را نسبت به وضعیت جهان اسلام آگاه میسازه که امروز ببینین که در کشورهای اسلامی چی میگذره، خصوصا در همین ماهی که حج که ما امسال پیش رو داریم، جهان اسلام دچار یک مشکلات بسیار بزرگ است. قضیه سوری ها را امروز میبینیم که مسلمان ها در سوریه چی به وضعیت قرار داره، امروز مسلمان ها در عراق چی به حالت قرار دارن، مثلا مسلمان های مصر و لیبیا و تونس به چی حالت است، قضیه افغانستان به چی حالت قرار داره. خب به هر حال مسلمان های دیگر دنیا از این دردها در این مراسم حج علاوه بر ادای فریضه حج از این مسائل آگاهی کامل پیدا میکنن. پس به این لحاظ حج خودش پیام آوری وحدت امت اسلامی است و آگاهی دادن مسلمان ها از مشکلات و چالش ها و درد هایی که در امت اسلامی در سرتاسر عالم اسلام میرسه، میشه در مراسم حج مسلمان ها از این کاملا آگاهی پیدا کنند. هاکذا این امر به نحو احیاء سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که در زمان حیات مبارکشان در حج و در این گونه مواقع چه قبل از فرضیت حج و چه بعد از او بودن که نمایندگانی که از کشورهای دور و نزدیک و مناطق حولشان می آمدن به مکه مکرمه، جنابشان دعوت می فرمودن، از ایشان دعوت می فرمودن به دین، به توحید، به یکتا پرستی. بله، حج از نقطه نظر اجتماعی سود و منفعت بس بزرگ و مهم می دارد. حج امو قسمی که در جریان خدمتان تشریح کردم، پیام های خیلی گسترده در حوزه سیاست، اداره، مدیریت، امور اجتماعی، فرهنگی، کلتوری و تجارت و اقتصاد داره. وقتی که انسان وارد حج می شود، وجودی از میلیون ها مسلمان در حج بیانگر است که ما باید با یک وحدت فکری و عملی باید برسیم. در واقع این پیام اجتماعی و سیاسی حج است. تجربه کشورهای مختلف وقتی که انتقال میافه، اون اونجاست که پیام مظلومیت مردم فلسطین ما اونجا میشنویم، پیام مظلومیت مسلمانان اطراف قفقاز میشنویم، پیام مظلومیت مردم مسلمان افغانستان که روزانه میلیون ها مسلمان در گوشه و کنار مثل افغان ها رنج کشیدن و ما هم در او رنج شریک هستیم اونجا میشنویم. این پیام سیاسی برای ما میده که مسلمانان از آینه حج می توانند به بدعت جهانی دست بیافتند و از نظر اقتصادی وقتی که ما در حج می بینیم بهترین امتعه جهان در حرمین شریفین اونجا تبادله می شود، مبادله ای و سرازیرشتن میلیون ها دلار از سراسر دنیا به حرمین شریفین پیام اقتصادی برای مسلمانان می تواند که چگونه می توانیم ما اقتصاد دنیای اسلام چه بکنیم بهتر بسازیم. پیام فرهنگی حج برای ما میرسونه که حج در واقع ممثل و نماد اصلی وحدت دنیای اسلام است. در هر حوزه فرهنگی که هستیم، اگر در حوزه فرهنگی غرب هستیم، شرق هستیم، شمال هستیم و یا جنوب هستیم، همگی به دور یک خانه
با ذکر همون یک کلمه ما با یک صدا به سوی یک هدف حرکت میکنیم، این پیام فرهنگی برای ما میرسونه. و در این حال پیام مدنی چگونه میتونیم ما مسلمانانی که در باد نشین هستن، مسلمانانی که در کوه ها زندگی میکنن، وقتی میرن به شهرهای زیبای مکه و مدینه منوره میبینن حالت مدنی مسلمان اونجا چطور است. در واقع یک پیام مدنی است برای ما میتن. مسلمانان ما متوجه میشن که شهرنشینی چطور هست، چی مفهوم دارد. آن هم شهرنشینی در حرم الهی، شهرنشینی در سرزمین و زادگاه پیامبر خدا، شهرنشینی در اون نقطه‌ای که بزرگترین مرکز خلافت اسلامی بوده مدینه منوره. در این پیام هایی است که برای ما میته. در آخر این میتونم بگویم برتان که پیام میده که در مجموع ما مسلمان از حج میگیریم ایست که ما مسلمان ها در هر گوشه و کنار دنیا که هستیم برای یک هدف که همان کسب رضای خداوند است و تأسیس دولت واحد اسلامی باید مبارزه بکنیم و در این راستا از هر گونه امکاناتی که داریم استفاده معقول و منطقی بکنیم و برای آزادی سرزمین های اسلامی، برای آزادی سازمان های دربند، انسان های دربند، مسلمانان دربند با تمام قوت باید مبارزه بکنیم و بیستیم. حج تا چه اندازه می تواند که انسان را به خدا پیوند عمیق دهد و به تقوا برساند؟ آری، حج به عنوان یک فریضه مهم الهی و یک عبادت اسلامی در حقیقت کانالی برای ایجاد رابطه میان خالق و مخلوق است و خانه خدا محل و مظهر تجلی انوار الهی است. کعبه زمین را به آسمان پیوند می دهد و پیوند مخلوق را با خالقش آنگونه که خواست خدا هست برقرار می سازد. پیام حج این است، از لباس سفید احرام تا طواف برگرد کعبه مشرفه تا استاد شدن در عرفات، دعا کردن در عرفات، برگشتن و شب را سپری کردن در مزدلفه، هاکذا آمدن به منا و رجم شیطان. شیطان نماد فساد، نماد وحشت و نماد جنایت در دنیا این انسان میزنه. همه اینها پیام داره برای خود، پیام یک رنگی، پیام اتحاد، پیام این که انسان اراده خود را تقویت باید بکنه. انسان از او القاب و نام و نشان و شخصیت کاذبی که برای خود جور کرده و در یک عمر او را تنیده به گرد خود باید از این بیرون شوه. گفته میتونم که در حج انسان به مهمترین درسی که دست پیدا میکنه کشف نفس و ذات خود انسان هست. انسان گاهی به تعبیر فلسفی و عرفانی از این علینه و خودباخته میشه. در بیرون از محیط حج ما انسان ها را میبینیم که شخصیت و واقعیت اینها در لباس های متنوع و مختلف دیگری پیچیده شده است. اما حج است که انسان را بازگشت میده به اصلش، انسان را برای خودش درست میشناسانه. یک رنگ بودن، یک صف بودن، ایستادن و در صحرای عرفات همه این درس ها را داره. یک مطلب فراموش نکنیم که وقتی که ما مسلمان ها در طول یک شبانه روز 5 بار وارد مسجد می شویم، وارد مسجد خانه خدا، خانه ای که در واقع رابطه ما مسلمان با خداوند برقرار میکنه، یعنی یک محل برای امضای قرارداد مجدد با خداوند. وقتی که یک حاجی به حج می رود، در واقع به اولین و آخرین و مهمترین و مؤثرترین خانه که منصوب به خداوند است، در اون محلی می رود که اونجا قرآن کریم نازل شده با پیامبر بزرگوار اسلام، در محلی می رود که اسلام اینجا ریشه گرفته و از اونجا به سراسر دنیا گسترش پیدا کرده. در اینجا وقتی که یک مسلمان می رود باید با تمام قوت برای تغییر معنوی خود فکر بکنه. اینجاست که حاجی خوبتر میتوانه نسبت به آن چیزی که در افغانستان عبادت کرده خوبتر اونجا خدا بسازه. وقتی که یک ادای یک نماز در مسجد الحرام ثواب 100,000 نماز در بیرون از این محل داشته باشه، وقتی که ادای یک نماز در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
برابر با 1000 نماز در بیرون این فضیلت داشته باشه. شما چی فکر میکنین وقتی حاجی که 40-45 روز در حرمین شریفین باقی میمونه، اگر واقعا صمیمانه و از صدق دل خدا را عبادت کنه و نماز بخونه، دیگه هیچ گناهی در واجب باقی نمیمونه. او در واقع مطابق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که تولد دوباره میافه، به عنوان یک شخص جدید وارد مملکت خانه خود میشوه. یکی از فلسفه بزرگ اسلامی است که مسلمان در همه ابعاد زندگی خود باید تقوای الهی را رعایت بکنه، حتی در خرج و خوراک و کار و کسب و مثلا انجام ماموریت و مسئولیت، یعنی تقوای الهی را باید در همه مسائل رعایت بکنه. ولی وقتی که خب طبیعتا وقتی که انسان را خداوند خلق کرده با نسیان و خطا خلق کرده و شیطان را هم دشمن جان انسان ساخته و او دشمن همیشه ما را به بیراه میکشانه، اما وقتی که ما در برابر امتحان خدا قرار گرفتیم من حیث مسلمان و مؤمن که این چیزی که به او ایمان و اعتقاد و باور داریم، به حرف او شیطانی که ما را با خطرات مواجه میکنه نکنیم، یک مؤمن کامل هستیم. و تقوای الهی واقعا سازنده انسان مؤمن است. انسانی که تقوا داشته باشه در همه امورات خود یک مؤمن سچه و مسلمان و پاک و پاکیزه از این مسائل است. حاجی که بعد از این همه زحمات، چون فلسفه حج که یک عبادت است که در طول عمر یک دفعه فرض میشه، راستی خیلی مشقت داره، خیلی سختی هست. وقتی که خداوند نصیب همه مسلمان ها بکنن تا این فریضه را انجام بدین، بعد از بازگشتش نگاه کردن انسان یک امر بسیار مهم است که در اون زمان دیگه باز به معنی واقعیش که وقتی حجی که عبادت کرده و پاک و پاکیزه از سرزمین بازگشته، دیگه نهایتا تقوای الهی را رعایت باید بکنه در همه ابعاد کلامیش، در ابعاد جسمی و دستی و روحیش و در حتی در مسائل کسبیش مسائل رعایت بکنه، انشاءالله من حیث یک مسلمان کاملی که به معنی واقعیش اسلام است میمانه. نشود که خدای ناخواسته بعد از بازگشت این همه زحمات و مشقت با دوچار خطاها و وسوسه های شیطانی بشه، ما رو برای خطا ببره، از پیش ما دیگه خدای ناخواسته یک انسان گمراه دیگری باز ساخته بشه که خداوند همه حجاج عزیز هست که باز میگردن از ادای فریضه حج توفیق بدن آنچه آموخته هایی که از این سفر مقدس دارن برای دیگه مسلمان ها بیاموزانند و همه مسلمان ها رو خداوند توفیق بده تا این فریضه الهی را به جا کنند که خودش یک درس و یک پند و اندرزی اسلامی و بزرگ است که با یک فلسفه بسیار دور دراز و بلند در اسلام انسان را می سازه. خداشناسی و رسیدن به تقوای الهی است و این معرفت و جهانبینی اسلامی باعث آن می گردد که همه مسلمانان جهان از هر گوشه و کنار دنیا در یک مکان و در یک زمان گرده هم آیند و عبادت و معرفت مشترکی را انجام دهند. امروز بر همه مسلمانان جهان واجب است که هم اندیشی کنند تا پایه های وحدت اسلامی تقویت شود. بزرگترین پیام حج پیوند و اتحاد و وحدت به نمایش گذاشتن وحدت امت اسلامی است. فقط وحدت امت اسلامی را به نمایش میگذاره. چیزی را که دنیای امروز از وحدت، اتحاد، از مساوات، از عدالت در جهان ادعا میکنن یک چیزی واهی و پوچ. ولی وقتی که 4 میلیون انسان از تمام دنیای امروزی جمع میشن در اونجا، میبینن که وحدت و نماد وحدت در اینجا معلوم میشه که چطور وحدت میکنن، چطور در یک سمت و در یک مسیر و یک هدف حرکت میکنن، چطور اخلاق و آداب را کلن در این ایام رعایت میکنن. خود اینمی حج پیام آوری، اینمی نماد وحدت امت اسلامی است که امیدوار هستم که کل امت اسلامی با اینمی پنده که امروز در مسائل حج میگیرن این را در جوامع خودم تطبیق بکنن که دیگه نفاق بین امت اسلامی اصلا برچیده بشه و یک امت واحدی، همونطوری که پیامبر بزرگوار اسلام ما را نصیحت در این مسائل ناسی بوده، در این مسائل قرآن کریم ما را تحکیدن برای این مسائل اتحاد و وحدت ما را تحکید میکنه و عمل کرد بر قرآن کریم و دستورات پیامبر بزرگوار اسلام و بر این فرایض ادای فریضه حج که خودش نمادی از وحدت ماست، ما را توفیق بده که بر این مسائل عمل کنیم که دیگه خدای نخواسته بین امت اسلامی تفرقه و اختلافی نبوده باشه و همیش دشمن از اختلاف ما سوء استفاده کردن، ما را تکه و پارچه کردن
خداوند ما را به روزی برسانه که باز نماد بزرگ یک امپراتوری بزرگ اسلامی در سطح کل دنیا بود باشه. نمایندگانی که از کشورهای دور و نزدیک و مناطق ما حولشان می آمدن به مکه مکرمه، جنابشان دعوت می فرمودن، از ایشان دعوت می فرمودن به دین، به توحید، به یکتاپرستی. بله، حج از نقطه نظر اجتماعی سود و منفعت بس بزرگ و مهم می داره. در واقع بیانگر وحدت و همگرایی و همسویی امت اسلامی است و حج می تواند مرزهای تبعیض نژادی، مرزهای تبعیض قومی، تحزب، گروگرایی، اشرافیت و پایمون در جامعه را از بین ببره. ما در بحث های قبل داشتیم که حجی که قبل از اسلام انجام می شد اکثر طبقات اشراف و سرمایه‌داران و فیوداران نمی‌خواستند با مردم غریب و بی‌بزاد یک جا حج بکنند. بنابراین تلاش می‌کردند که کاروان و قافله حجاج اشراف جدا باشه. و از سوی دیگر وقتی که حاجی می‌خواست حج بکنه، برهنه می‌ساخت خدا و با روغن مخصوص خدا بدن خدا یعنی می‌مالید و بعد از او به حج شروع می‌کرد. همیشه توصیه بزرگان قریش این بود که برای ما کسانی که سرمایه دار هستیم و بزرگان قریش هستیم درست نیست، منطقی نیست که با افراد غریبی بزرد یک جا حج بکنیم. اما وقتی که اسلام این مرزها رو میشکنه، اسلام همو قسمی که در آغاز از توحید آغاز میشه به برادری ادامه پیدا میکنه، به عدالت ادامه پیدا میکنه، با حج برای خداوند با پایان میرسه، در واقع این مرزها شکسته میشوه. همون جاست که پیام میره که ما از حج میگیریم، امی پیام برادری و همسویی و هم آهنگی و یک دیگر پذیری و نفی شرک و فساد و آلودگی و همچنان تبعیض و همانند این هاست. دهیا شده در تلویزیون نور.